سلام، وقت شما بخیر. همه که خوب صحت مند سر حال باشین. وطن در عزیز، خواهر گرامی ما نسرین اشرف نسرین محمدی تقریبا 9000 برای 5 و 4 فرمول مردمی که اونایی باشن اختصاص داده و از این جمله ما آرد گرفتیم، برنج گرفتیم، روغن گرفتیم که 8040 افغانی شد مجموع حسابشون و در ضمن پولشون آماده است و چیزایی رو که میگیریم با کیفیت و همینطور خیلی خوب میگیریم که دوامدار بخورن و مزه‌دار برشان آماده شوند. زمستان است، ما مواد خوراکه گفتن بگیریم، ما مواد خوراکه این افسوس برای آنجا حساب کنید نگوار اصیل افغانی بود سیز. یاد خدا و برز سلام، سلام خدمت شما وطنداران یا ناخص و مهربان. امید کرد کجا هستین جور ساعت من سر حال باشه. بازم خیلی خوشحال هستم که خداوند متعال یک بار دیگر توفق هدایت داد تا ما بیم دست یک خانوادیه مستحق دیگر بگیریم. بله، امروز هر زدیم در قلای شادق، قلای وزیر. بله، خانواده رو دریافت کردیم که با هزاران مشکلات، با هزاران درد، با هزاران غم و هندو زندگی میکنه. بله، این مرد جوانه که میبینین شاید بالاتر از نیروی انرژی ما تو داشته باشه، اما روزگار و درد، مریضی، امروز همه چیزش ازش گرفته و هزاران مشکلات هستند و با کمک و همکاری شما نیاز داره. خانمشان هم با درد مشکلات روزگار هستن. زمستان آمدنی است، آمده. هوای کابل خیلی سرد شده. بله، امروز میخواییم کانون خانواده ها را با کمک و همکاری شما گرم بسازیم. این اطفال نازنین هم میخواییم شاد بسازه، اما چیگونه؟ با لطف مهربانی و لبخند شما از را میتونیم اینا را کمک و همکاری بکنیم. بله، امروز اینا با کمک و همکاری تک تک شما نیاز داره. به هر مراد و مقصد را که شما کمک و همکاری میکنین، شما را به خداوند یکتا و به همتا کمک یاری برسونه. درد دارین، خداوند دردتان آسان بکنه. مریضی دارین، خداوند شفای عاجل نصیب بکنه. امروز هم خواهر ما اسرین محمدی مبلغ 39000 روان کرده بودن، گفتن برای خانواده هایی که مستحق کمک همکاری است مواد خوراکه بگیره. برای این برادر ما هم ما 9000 افغانی را ما آوردیم برش و مواد خوراکه برش گرفتیم و همه چیزش. اما بیم بیشتر از دردش روشن شویم، از مشکلاتشان رو بداریم که چی مشکلات داره و با هزاران مشکلاتشان با خبر شویم و شما هم در جریان باشین. سلام، خوب هستین؟ ان شاء الله صدمند هستم. سلامت باشین، قربانتون، تشکر. بین از دردتون بگوین، از مشکلاتتون بگوین که چه درد دارین. به نام خدا، محمد رضا هستم. باشین یک کابل. بله. بیرون شکر، فضل خدا 5 طفل دارم. خدا رو شکر. روزگار اگر بگویم بسیار است، درد زیاد است، ولی فعلا کمی دردهای درونی اگر بگویم که بیرونی بگویم کلی زیاد است. نگه فعلا هم دردهای چه مشکلات دارم؟ خودم شخصا سه تا قواریم شکست است. نگه تا بودم 4 سال شد همیشه کسه ای رفت، تاون اقتصاد نبود که می رفت عملیات کنم. اگر اینجا دکترم رفتم، اینا جواب دادن که در کابل خوب نمیشه، باید بیرون از افغانستان. چند سال شد؟ 4 سال شد؟ 4 سال شد. چی کار میکردی؟ قبلا ما خودم خیاط هستیم. حالا چی کار میکردی؟ فعلا بیکار هستیم. چند سال شده بیکار هستیم؟ تقریبا از 2.5 سال زیادترم میگم. توان شتن نیست. در طول این 2.5 سال مصرف تا که میدون؟ مصرف زندگی؟ مصرف چیزی که یک چیزی که داشتم در خانه، مثل
زن سرمایه خودش که داشت یا طلا یک چیزی هانساسا دیگه رفت در فروش یک دوستایی که اگر کمک کرد دیگه توان کمک هم نبود خب دیگه این رقم زیده قربان دارم بین خواهر شما از مشکلاتتون بگوین ریتون میفهم در یک خانواده هستین همه درد خودت قواچیری تا نمایان میگن خیلی مشکلات روزگار بالایتون فشار آورده بین بگوین که تا وطندارای ما هم آگاه شد خودم برای شکر دارم اسکیسه سفره میسنگ هم دارم از خاطرم بچه هم زیاد تشویش دارم چی شده بچه ایتانه؟ ای دستش آوگار است دیگه انتبال کردن نمیتونه یک دستش به حرکت نداره دم وقتی ولاده دید دستش آوگار کردن کی آوگار کردن؟ دم شفاخانه شفاخانه نمیشه دیگه باید هم تو میکرد دیگه چرا تو میکرد؟ یا جان از ده خطر بود یا جان از من دیگه خب دکترای کارشون به خاطر منفعت خودتون کردن با اجازه خودتون نه میخواد بدون اجازه بر ما مقص گفت که این جور میشه دیگه از خاطر این تو تنگ دستی همیت نتونستیم پیش دکتر ببریم مقصد گفت که جور میشه باید عملیات شوم این تو مشکلات زیاد است دیگه در هر در و آتش سریم بد نشد دیگه کسی دست ما رو نگرفت در طول این دو نیم سال یا چهار ساله که شوهرتان بیکار است چه کار کردین و نان برای خوردن پیدا کردین نکردین زندگی چه قسم در گذرن؟ حالا این رو نگو خوب پرسان نگو بیادر زیادی وقت بیان بکنین تا همه آگاه شوند صبح که از صبح میره تا شام برمیگرده منتظر مزی هستیم که نان خشک بر ما بیاره من خدا بعد شام زیادی شام که برم از کجا میگیری بعد شام که یک کار خلاصه هم چی کار خود کار کرده خونه میدیم؟ این سال هم روزم میرم بدرک یک وطل که میگم کار صدا پا داری وزنم بالا کردن نباشه یا مثل قاب شدن باشه یکان کار یک باشه که صبح روزانه بعضی موهای رو دیگه هر روزم نیستی کاش که روز میبود بعضی موهای رو نان خشک پیدا شد و یعنی نان خشک پیدا زیادی خود ما بسن گوش نخواب بکردیم شبانه گوش نه نه گوش نمیخواب بیدیم چفرک هایی سون وقتی کاست هایی میکنه چی نجاب داریم داشه خدا هر طفل و هر اولاد یک خاص داره مثلا طفلایتان مکتب میره خلم کتاب چه ضرورت دارن دیگه دارن دخترکتان هم کلان است و در زمین بچه ایتان هم 7 ساله 8 ساله از چه قسم میشه به خدا خیلی سخت است دیگه میگم مادر در مکتب دوستایم هر چی میان میخورم و طرفش نگاه میکنیم چی بگویم تو خدا از دینیم قرار دارم تو خدا از دینیم قرار دارم امروز مرسی توش از مکتب کشید گفت بین پیسه ویسه تانه بیارین مکتب؟ مکتب خصوصی بودن؟ خب شما وقتی که نان به خاطر خوردن نداشتین درست؟ چطور تا به حال تان سن کنار در مکتب خصوصی بودن؟ ما گفتم از گشنگی عمرم و لازم که اولاد تربیت بگیره ولی دیگه خبر نداشتید که خبر دوست ها کمک کردم چقدر از فیسی مکتب شما باقی هست؟ 4 ماه میشه دیگه 4 تا 4 ماه دیگه شد ما کمال سالاش پرداخت نداریم می پرداختیم دیگه دوستا کمک میکردین ها یا فیس این پیسه فتیه رو بر ما میداد جمع میکردیم برشان میدادم ماه چقدر از مکتب برشان میگیرم دونیم از آن میگه ماه دونیم از آن سه دو دختر میگه بچه خب قربان این پدر و مادر و شهامتشان قربان میرهانیشان میرن کار میکنن اما اولاد خدا بیدون و کس و بیکور هم میبانن مکتب میگه حاضر هستم جان خدا قربانی کنیم هم اولاد خدا میخواییم مکتب ببانیم قربان شهامت این پدر و مادر وقت افتخار بله جامعه ما اجتماعی ما با این پدر و مادر با این چون اشخاص نیاز داره بله اجتماع ما نیاز داره افغانستان ما نیاز داره چرا؟ امروز ما فرد طفل اولاد مؤثر در جامعه ما تقدیم بکنیم فردا اجتماع ما جامعه ما اجتماع ما مؤثر میشه مفید میباشه بهم دست این خانواده را بگیریم و با این خانواده کمک همکاری و یاری داشته باشیم و کمک شما نیاز داره تا اولادای خود بزرگ بکنن و بر اجتماع ما تقدیم بکنن مؤثر نگذارین که اولادای اینا از مکتب باز بمانن و به مکتب دیگر رونده نشن بهم دست خانواده‌ای رو بگیرین که به خاطر اولادشان تلاش میکنن تا بتونه فردا بر اجتماع و جامعه ما مؤثر باشه. حالا من اسی یک پدر وقتی که اولاد از تقاضا میکنه چه چیزی رو برش دادن نمیتونی چقدر تاثیر گذاشته میشه؟ متاثر میشه.
قدر متاثر میشم که روز دیگه برم شب نهیم دیگه خانه. به خدا دیر از ما میخواستم برش زنگ دارم گفتم بیا کجا گرده سودا میکنم، من میرم یک گرده خود سودا میکنم. از حاضر بودیم گرده ایتانم بودش؟ آه. هر دوی تانی اتانه خودم گفتم من میتدایی بیشه ایم هم از این مشکلات برایم. اگر کسی پیدا میشود تا حاضر بودیم گرده خدا بخوشم؟ آه میدادم. مشکل ما فقط این بخانگیسته دیگه. مرد جوان که نمیتونم. دوستای ما هست، عشق نریز. میفهم درد زیاد داری، مشکلات زیاد داری، اما این کودکای نازنین طرف عشق تو ببینه از امید ناامید میشه، دنیا ناامید میشه. مشکلاتتون زیاد است، میفهم. من خود دست خود بالا کرده نمیتونم. وقت طرف زمین میبینم جگر میسوزم. من قربان عشقایت چم. هیچ عشق، میفهم. دردتون زیاد است، مشکلاتتون زیاد است، اما جز شاره و هشتن به خاطر اولادایتون هشتن. امروز امید ببخشید برای نو میفهم مشکلات زیاد است، سپاری میکنیم. بخود امروز دختری کلانم گفت مادر دیگه من مکتب نمیرم، چی کنم؟ بخید آبروی من پشت دستایم بردک، چی کنم؟ بخید آبروی من پشت دستایم بردک. من خودم شخصاً زندگی بودم، خودم شخصاً باز خودم یک جور ببینم به یه عالمم، خودم یک دریشی دوز هستم که زفی کابل میشناسم. خودم که سه دفعه سنگ دارم خیلی درد تحمل میکنم، هیچی خوردن نمیتونم، هرچی که بخورم میدم زیاد درد میکنم، درد میگیره هر طرف میره، چی کنیم دیگه؟ کد کی بگم؟ بله خب امروز میتونیم دو ماکره خانیتون رو بپردازین انشالله و تندرم میربانی کرده بودن. من امیدی هر کس هر چیز هم میگه یک سلا داریم، نصیب هر کس باشه امرو میخونه. بله سپاس هست شما وطن داروی مهربان، وطن دارایی گه ناس کنید. شما هم با این خانواده آشنا شده بود. ماریا از ماریا جان از ناروی 10,000 افغانی روان کرده بودن، مجمع زیاد روان کرده بودن، 10,000 افغانیش برای کسایی که مستحق است بود این گفته بودن. ماریا جان از ناروی ما در زمین که 9,000 افغانی را برای شما آده خوراکه گرفته و مبلغ 10,000 افغانی دیگر را هم برای این خانواده واگذار میکنم که دو مکرای خانیشان یا یک مکرای خانیشان بتن و متباقی دیگیش بتونن برای خودشان البته یک آن چیزی که ضرورت دارن بگیرن، تا البته اگر دیگه کمک همکاری میکنیم میتونیم با این خانواده کمک و یاری داشته باشیم. دقیقاً چقدر مصارف دکتر گفته به خاطر بچیتان؟ هیچ دیگه نبردیم، فقط موقع گفت عملیات شوه. حالا امکاناتو شست داده بشوه؟ گفت که جور میشه و دستش هم خیلی کوتاه شده، از دستش کوتاه شده، یعنی تقریبا کوتاه. دست خود بال کرده نمیتونه، دست خدا. حسن جان بینی تو بی قدر از لالا بینی تو پاکو بلا که دست خدا کوکو که بینم دکتر یعنی دستش که هیچ حرکت ندارم گوشتش. نه وطن دارای مهربان ما همیشه وقت مهربانی میکنن، زنده و سلامت باشن. اولا یک دعای خیر بر تک تک شان میکنن که خداوند متعال به هر مشکلاتی که هستن صحتمند بکنن و مسافر هستن در بیرون از کشور هستن، پشت وطن و پشت وطن دارای ما دق شدن، میفهمون پشت خاک وطن ما دق شدن. انشاءالله روز شبه که بخیر دوباره برگردن و با هزاران مشکلاتی که هستن مشکلاتشان حل شوه، مریضی دارن خداوند شفای عاجل نصیبشان بکنه و درد بی کسی و ناداری و بیچارگی را نبینن. همه تک تک شما که کمک میکنین یا نمیکنین، این دعای ما انشاءالله دعای خیر باشه بر تک تک شما و این دعای ما که بتونه هزاران مشکلات شما را امروز دست با دربار خداوند بالا هست، از دربار خداوند میخواییم که مشکلات شما حل شد، مشکلات این خانواده حل شد، مشکلات وطنداری دیگه ما حل شد. امروز اجتماع ما، جامعه ما، وطن ما، مادر ما مشکلات داره. خداوند مشکل تک تک ما را حل بکن. نیاز داریم با کمک همکاری تک تک تو نیاز داریم. این خانواده ها را بیاین کمک بکنید وطن داره این مهربان.
لای آمین با هزاران مشکلاتی که هستن خداوند مشکل گشا هست، مشکل تک تکشون حل بکنه. آمین. واسه شما را هم و زنده و سلامت باشن وطندار ما از جناب بانو نسرین محمدی که مواد خوراکه گرفتن و همچنان ماریا از نروژ مبلغ 10000 روانی این هم خدمتتان که ان شاء الله بتونه یک دردتون و اهل مشکلاتتون علاج بکنه. در اخیر اگر کدام گفتنی دوای خانه هم کرایز گفتین درست ماه 5000 آ قربانتون. در اخیر اگر کدام دوایی داشته باشین باز هم برشان و گفتنی داشته باشین بر وطندارای ما کمری مد خدمتتون خدا خیرشون به تازشان میخوایم کمک کنیم شیم تداوی شون دست بچه الهی همین دیگه همین تو که خود دست ما نمیگیره خدا دستشان میگیره خدا حاجتشان رو برآورده کنه. بیشتر مادرای مهربان ما تماس میگیرن، برادرای مهربان ما، خواهرای ما، اطفال نازنین بین به خیر کمک بکنین. حسن جان هم مثل شما صحت مند شوه، حسن به کمک شما نیاز داره، طفلک کوچکی است و اولادتون از مکتب نکشین ان شاء الله خدا مهربان است. امروز از مکتب کشته دیگه تو گفته فیس نهیر مکتب دیگه نهیر یک مقداری که هست برین صفش تسلیم بکنین تا وطندارای ما که برنامه بیننده برنامه ما بود ان شاء الله نمیگذارن که طفلک های شما از مکتب خارج شوند. تشکر بازم قربانتون و ان شاء الله روز شب بخیر خودتون بتونیم از طریق برنامه ما کمک همکاری بکنیم مثل خواجه فرید و مثل بانو آرزو و مثل ساله جان که اکنون زیر تداوی هست، مثل خس خانواده های دیگه شبیر جان که ان شاء الله ما برش کمک همکاری ما مقدی دامه داره و بتونیم که اونها را مثل نور شما حمایت کردین بین خانواده ما حمایت بکنین نگذارین تنها باشه و کمک شما نیاز داره. تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم. قربانتون سخن دوستان ما در خدمت هستم. خوبتم بسیار تشکر. سلامت باشین. قرار مشکل خودی من شد قربانتون. خودتون هم در جستجو باشین، یکم کار پیدا کنین، اما کاری که حداقل بتونین گفتن خودتون که کمرتون و قبرگاهتون درد نکنه. اما تو ادامه داشته باشه دیگه، خداوند مهربان است. باز در این فرصت ان شاء الله خاطر وطن دارای ما کمک همکاری کردن و با شما کمک میکنیم ان شاء الله. زنده باشه شما، زنده باشه، سلامت باشید. وطن دارای عزیز، برنامه کمک همکاری ما را فراموش نکنین. با کمک همکاری شما نیاز داریم. همین اکنون برای تماسی که زیر صفحه تلویزیونتون میبینین با ما یاری برسونید، مستقیم میتونید با ما ارتباط بگیرید. حالا برای خانواده ها را اگر میخواین با ما ارتباط بگیرید، ما مستقیم نمبر خانواده ها را برای شما روان میکنم. مستقیم با ایشان ارتباط بگیرید و هر کمک همکاری که دارید میشن بس ما میتونید با ایشان همکاری بکنید. زنده و سلامت باشین تا برنامه بعد و دیدار بعدی. شما را به خداوند یک تا بی نیاز میسپارم. یادم نره مثبت 93 782 92 90 72 بازم تکرار میکنم مثبت 93 782 92 90 72 نمبر تماس ماست. مستقیم میتونید با ما ارتباط بگیرید. ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. شب روزتان خوش. تا دیدار بعدی. خداوند یار مدد باشه.